نام مناسب ترین واجه ها به رسم محبت به نام خدا با نام یاد خدا با عرض سلام خسته نباشید و وقت بخیر خدمت همه شما خوبان و عزیزان بیننده امیدوارم هر کجای دنیا که هست جور سهدمند بوده از زندگی سرشار از صفا و سمیمیت و معنویت داشته باشید ایام به کامتان باشه و تاعت عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه اهدیت خیلی خوشحال خدا را سپاسگزار که این افتخار را داریم تا با برنامه به وقت بیداری رو برای شما خوبان و عزیزان هستیم با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری رو برای شما خوبان هستیم و در محضر عالم عامل اندیشمند فرهیخته و گرامی استاد خوبم جناب استاد هاشمی اورزگانی جناب استاد سلام بر شما خیلی خوش آمدید سلام علیکم و رحمت الله سلامت و معزز باشید تشکر و, و خیر باشید, باشید ابتدا سلام علیکم اگر با

خوشبختی و سعادت زندگی باشد ان سلامت باشین استاد خیلی ممنون از حضورتان ما نهایت خوشحالم که در هر شرایط خلاص زحمت میکشید و در برنامه تشریف میارید همونطور همونطوری که بیننده های عزیزم عنایت داره استاد موضوعی بحثی را که در خدمت شما هستیم و دوستان بودن و ما توفیق نداشتیم جایگاه علم آموزی در اسلام بود پیرامون این موضوع خب چندین جلسه با حضور ارزشمند شما و همکاران خوبم در اینجا بحث های صورت گرفت ولی خب از اونجایی که بحث دارای اهمیت فوق العاده است برای همه بیننده ها مخصوصا برای ما و امثال ما که دیگه خب کلید و راه است که از مفیدیت خاصی برخوردار است برنامه را که دنبال میکردم آخرین موضوعی که مطرح شد این بود که علم آموزی از واجبات هست ولی خب یک تفاوت با واجبات دیگه داره تمام واجبات مثلا نماز روزه هر کدام مثلا دارای محدودیت زمانی مکانی از نظر جنسیتی و محتوا دارای خلاصه یک سر محدودیت ها هست ولی بله علم آموزی دارای هیچ گونه محدودیتی نیست محدودیت زمانی نداره مکانی نداره جنسیتی نداره و همینطور محتوایش و از نظر سن و سال و اینها برای همگی دیگه واجب هسته این گونه و آخر موضوعی هم که مطرح شد ای بود که ما علم نافع و غیر نافع نداریم یا به تعبیر علمی مفید و موضوع نداره بلکه انسان بله. ها هست که با استفاده کردن خود اینا هسته که تعیین میکنه که در راه درست و خوب استفاده بکنه یا در راه بد استاد موضوع دیگر را که به بحث امنیت بیشتر میبخشه و لازم میبینید که مطرح شه مهم است چیه بله بسم الله الرحمن الرحیم در تداوم فرمایش حضرت عالی و ادامه عشان. بحثی پیشین یک مزیت دیگری را هم برای علم بیان بکنم و سپس با استناده از نصوص قرآنی و روایی تاکید بکنیم این برداشت را و این امتیاز را برای علم نسبت به سایر نیازهای زندگی. علم یک نوع زینت است برای انسان. ولی بازم از یک خصوصیتی برخوردار است که هیچ زینتی دیگری اون خصوصیت را ندارد بدین معنا که ما زینت هایی داریم که در برخی از جوامع زینت شمرده میشوند، در برخی از جوامع زینت شمرده نمی شوند آرایه نیست برخی از زینت ها هستند که زینت های مردانه به شمار میروند و برخی از زینت ها زینت های زنانه برخی از زینت ها و آرایش ها مثل لباس و مثل خیلی از حتی مدل مو مدل آرایش برای جوان هاست بعضی برای مسن ها شما اگر زینت ها را تقسیم بکنید میبینید که یک زینت اینطوری که برای همه انسان ها در همه جوامع در همه شرایط زینت شمرده شو شود شما نمیتونید زینت مشترک پیدا بکنید با اینکه انسان یکی از خصوصیات انسانی آن است که دنبال زینت و آرایش است و جمیل زیستن فطرت انسانی دنبال جمال است و دنبال زیبایی ولی زیبایی ها متفاوت است زیبایی هایی که برای زنان است چیزی زیبا شمرده می شود برای مردان چیزی برای جوان چیزی برای پیر بند. چیزی بند. و برای عالم چیزی و برای غیر عالم چیزی دیگری شما زینت ها را پس متفاوت دارید و متخ... متعدد و مختلف اما یک آرایه و یک زینت آرایه و زینت جهانی است و مادام العمر برای بشر از ابتدای زندگی بشر تا انتهای زندگی بشر اون زینت هرگز مدل عوض نمی کند و جای خودش را به زینت دیگر نمی دهد و تفاوت بین این شخص و اون شخص وجود ندارد و اون زینت علم است علم برای هر کسی برای هر کسی از هر جنسیتی از هر قومیتی در هر مرز و بومی در هر شرایط سنی در هر شرایط اقتصادی در هر جایگاه اجتماعی که انسان قرار داشته باشد دوست دارد که این زینت رو داشته باشد سیار. روایتی در همین زمینه از امیر سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام سلام وجود دارد که ایشون میفرماید کفا بالعلم شرفا أي يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نصب إليه وكفى بالجهل زما يبرأ من يبرأ منه من هو فيه. ميغو يدر شرافة علم همين بسكي آه كسانى ادعاء علم مكون. غير من ميدانم <applause> حتى أن كسكي به خوبی یک چیزی را نمیداند آگاهی ندارد میگه من میدانم الله یعنی ادعای آگاهی میکند یعنی این زینت را ادعا میکند که نمیداند. من دارم و زمانی که شما علم رو به کسی نسبت بدهید بگوید شما خیلی این مطلب رو خوب میدانید خوشحال میشود و همین جا این نکته روانشناسی را, را منعرض بکنم که اگر شما میخواهید کسی را خوشحال بکنید باید به با او بگویید که شما نسبت به این موضوع آگاه هستید ده. و تخصص دارید ده. بله این سخن ها را خوشحال می‌کند yeah. و برای مضمومیت و دون بودن شعن جهل و نادانی همین بس که حتی جاهل نیز اگر شما به او جاهل خطاب بکنید از شما متنفر می شود و ناراضی می شود و بدش می آید که به او جاهل گفته شود یعنی نادانترین ترین انسان ها را شما اگر نادان بگویید او ناراضی است و از این زشتی خوشش نمی آید پس یکی از امتیازاتی علم نسبت به سایر امتیازاتی که انسان ها دارن این است که این زیبایی و این زیور و این زینت و این آرایه آرایه جهانی و آرایه است که در تمام جوامع انسانی و در تمام انسان ها و در تمام ادوار عمر انسان و جامعه بشری آرایه شمرده می شود و زینت شمرده می شود که جای خود را عوض نمی کند بیهنی. به هیچ چیزی دیگری و کسی که این آرا... آرایه و زینت رو نداشته باشد زشتی دارد که در همه جوامع زشت به نظر می رسد و در نزد همه انسان ها حقیر به نظر می رسد و از این شرافت و از این زینت و زیبایی برخوردار نیست بسیار. این مطلب چیزی است که همه انسان ها قبول دارد و اختصاص به اسلام یا مسیحیت یا یهودیت و یا هیچ دین دیگری بس. ندارد <تصفح> نکته دیگری که در همین موضوع و در ارتباط با این قضیه نیازمند اندک توضیح است در بحث پیشی اشاره شد که علم دینی و غیر دینی ندارد علم سیار. را نمیتوانیم ما به دینی و غیر دینی تقسیم بکنیم در پرسش های حضوری بعضی از بینندگان عزیز تماس گرفته بودند و بعضی هم صحبت حضوری داشتند و پرسشی مبنی بر این که خب این سخن اندکی نیاز به توضیح دارد ممکن است موجب بدفهمی برنی شود که علم دینی و <تصفح> غیر دینی ندارد ما علم داریم علم دین و غیر دین برای این مطلب لازم است به این توضیح توجه شود که ما زمانی که میگوییم علم دینی و غیر دینی ندارد این اصطلاح دو تا معنا دارد دو تا مفهوم سیاه. یک معنای اون این است که ما علم دینی داریم یعنی شما مسائلی را که دین مطرح کرده است مثل احکام مثل اخلاق و مثل الهیات اینها مسائلی است که دین و آنها را بیان کرده است برای ما شما علم دینی یعنی علومی را که دین برای شما بیان کرده است و آورده است در این صورت شما یک علمی دارید که دین اونها را بیان کرده است یک سلسله علومی دارید که فراتر خارج از دین است بدین معنا که شما مثلا ریاضی میخوانید علم مهن. برای آموزش ریاضی نیامده است و چیزی به نام آموزش ریاضی هم ندارد در علم در دین و یا مثلا فیزیک و یا شیمی و یا نجوم مهندسی و علوم دیگری که مثل علوم پزشکی تجربی اینها را می شود بر اساس این نگاه ما علومی داریم که دین بیانگری اون علوم است و علومی داریم که اونها را خداوند و دستگاه آفرینش بر عهده عقل و تجربه خود انسانی گذاشته است اینها را می شود گفت علوم غیر دینی یعنی علومی که دین متکفل بیان اونها نیست زیرا اوش. که کارکرد اساسی دین هدایت انسان است و رساندن انسان به خداوند طبق این نظر ما علوم دینی و غیر دینی داریم طبق این معنا ما علوم باید. به دو دسته تقسیم می شود علومی که دین برای ما می آموزد و علومی را که انسان به وسیله عقل و تجربه بسیاران. و تلاش خودش به دست می آورد بستر... اما طبق یک معنای دیگر ما علومی دینی نداریم و اون اینکه دین علمی را تایید کرده باشد و علمی را رد کرده باشد و با او مخالفت کرده باشد طبق این معنا همه ای علوم یعنی آگاهی انسان حتی بر طبیعت و حتی مختن علم ریاضی نیز علم دینی به حساب می آید این یعنی مورد تایید دین است روزی را که سپری شد روز جهان دیابت بود ما نخست آرزوی سلامتی می کنیم برای تمام مریض های عالم امیدوارم که همه ان شاء الله از صحت و سلامتی کامل برخوردار شوند و مخصوصا برای عزیزایی که گرفتار مرض قند یا همو مرض دیابت هستند به همین مناسبت بیننده های همکارای ما یک ویدیوی را ترتیب دیدن و لازم دیدن که پخش بکنه او را ببینیم با هم و بعد ادامه ای بس بله. ویدیو رو با هم میبینیم و دوباره ما رو همراهی کنید دیابت یا مرض شکر نوعی بیماری مزمن است که بدن بیمار نمیتواند از گلوکوز استفاده یا آن را ذخیره کند. گلوکوز نوعی قند یا شکر است که اگر در خون جمع شود، باعث افزایش قند خون می شود. این بیماری زمانی رخ می دهد که لوزول دیگر قادر به ساخت انسولین نباشد یا بدن نتواند از انسولین تولید شده به خوبی استفاده کند. انسولین هورمونی است که توسط لوزالمعده ساخته می شود و مانند یک کلید عمل می کند. و باعث می شود گلوکوز غذایی که می خوریم از جریان خون به سلول های بدن برای تولید انرژی وارد شود. تمام غذاهای دارای کربوهیدرات در خون به گلوکوز تجزیه می شود. انسولین به گلوکوز کمک می کند تا وارد سلول ها شود. دیابت یا دیاب مرض شکر یک بیماری است که از باعث بلند رفتن گلوکوز خون در از یک شخص به وجود می آه. علتش عدم کفایی غده پانکراس می باشه که این غده در یا تحت میده قرار داره و وظیفه مختلف داره ولی وظیفه که ارتباط داره با مریضی شکر ای که یک هورمون به نام انسولین افراز کنه زمانی که این هورمون به اندازه کافی افراز نمیشه یا بدن شخص و مقابل انسولین مقاومت پیدا میکنند مریضی شکر به میان میه. ناتوانی در تولید انسولین یا استفاده نکردن مؤثر از آن به افزایش سطح گلوکوز در خون منجر می شود که به آن هایپرگلیسمی میگویند. در طولانی مدت بالا بودن سطح گلوکوز خون با آسیب به بدن و نارسایی اندامها و بافت های مختلف همراه است. دیابت را باید جدی گرفت وگرنه ممکن است فرد مبتلا را با مشکلات زیادی سردچار کند. در تایپ یک اینمی علت است که اینمی انسولین مقدار کافی در اونجا تولید نمیشه و مقدارش کم است که گلوکوز که توسط مواد غذایی ما میگیریم در بدن او را جذب کنه و با جگر به شکل گلوکوجن ذخیره کنه البته نو یکش تابه کم بود یا نبود انسولین است یا عدم کار کرده یا حجرات بیتا تایپ دویش فرقشی است که عدم جواب در مقابل انسولین که حجرات تایپ دویش اکثرا تایپ یکش پیش جوانا و ای ارسی می و تایپ دویش پیش اشخاصی که اضافه تر از سن 45 چل س... سالگی دارند پیش از زیادتر ظهور میکنند اشخاصی که پرخور باشند اشخاصی که وزن بدنشان بسیار زیاد باشد چربی بدنشان بسیار زیاد شود و یا ای که عدم فعالیت فیزیکی داشته باشند این اشخاص زیادتر مساید هستند به دیابت تایپ دو که تابت تابی بسیار شایع و معمول در تمام دنیا است و شوی ازیم در آل پیشرفت است. ناشی از تکامل و تکنولوژی که از که مترها برامده از زندگی برامده کارهای فیزیکی بسیار کم شده بنان شوی از بسیار زیاد است و رژیم غذایی فاقلاده که مملو از پروتینا چربی و کربوهیدرات‌ها، خصوصا امینو گلوکیزیت اینی باعث از میشه که پشرفتی در جهان بسیار زیاد است برای جلوگیری از ابتلا به دیابت می توان از راههایی چون رژیم غذایی سالم، فعالیت ورزشی و کاهش وزن بهره برد. بیننده های عزیز و گرامی دوباره خوش آمدید. ویدیویی که به مناسبت روز جهان دیابت تدارک دیده شده بود با هم تماشا کردیم و یک بار دیگر آرزوی سلامتی می کنم برای همه مریضان دیابتی. مثبت 964 780 255 413 در اختیار شما هست می توانید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما نظریات ارزنده خود را با ما شریک بکنید ادامه برنامه با وقت بیداری را بیننده هستیم با موضوع جایگاه علم در اسلام جایگاه علم آموزی در اسلام در خدمت جناب استاد هاشمی است استاد سلام مجدد بله سلام بر شما و سلام بر بیرندگان عزیز و گرامی ارز می شود که ما به یک مفهوم علم دینی و غیر دینی داریم و به یک مفهوم دیگر علم دینی و غیر دینی نداریم بلکه تمام علوم دینی هستند توضیح این مطلبی دوم به دین است که ما در قرآن کریم و نصوص و متون روایی چنان که در برنامه های پیشین هم اشاره شد نصوص و آیات و روایاتی داریم که انسان را به کاوش در طبیعت و آموختن علومی غیر از اون چی که در متون دینی به عنوان آموزه های دینی بیان شده است فراتر از این فرا میخواند و دعوت می کند که شما در دل طبیعت کاوش کنید یعنی علوم تجربی را بیاموزید علومی که مستقیما دین عهدهدار بیان اونها نیست شما باید با توانایی ها و استعداد و اسباب و ابزاری که خداوند در اختیار انسان قرار داده است به وسیله اونها باید علومی را که دین اونها را بیان نکرده است اونها را بیاموزید این ده. مطلب را از کجا می شود فهمید؟ روایات و آیات بسیاری وجود دارد من تنها می توانم به نمونه های از اونها اشاره بکنم از جمله در سوره مبارکه ملک آیه داریم که خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون ای پیامبر بگو به انسان ها که خدایی را که من شما را به سوی آن دعوت می کنم خدایی است که برای شما گوش و چشم و مرکز تعقل و مرکز تفکر بخشیده است افعده قلب یا اون مرکز حیات و مرکز تفکر انسانی ولی شما مردمانی و شما انسانها بسیار کم سپاس گذار هستید ده. یعنی در برابر نعمت حیات و آفرینش و در برابر این ابزاری را که خداوند بعد از این که شما را آفرید چشم برای شما قرار داد و گوش قرار داد و قلب قرار داد برای شما قدر این نعمت ها را نمیدانید و شکر نمی کنید اندکی از شما سپاس گذارید سوال سوال اول این که اینها گوش و چشم و قلب چه کاربردی دارد درست. و دوم این که شکر کردنی در برابر قلب و گوش و چشم چیست انسان چطور میتواند سپاسگزار و شکرگزار باشد نه. و خداوند در اینجا به تعبیر من از انسان چطور گلایه می کند که اندکی از شما یا شما کم شکر میکنید همگی اگر شاکر هم باشند به قدر این نعمت ها شاکر نیستند قلیلا ما تشکرون نمیگوید من. قلیلا منکم تشکرون میگه قلیلا ما تشکرون یعنی شما اندک سپاس میگذارید اندک شکر این نعمت ها را انجام میدهید جواب این هر دو پرسش را میتوانیم ما در سوره مبارکه نحل آیه 78 پیدا بکنیم و بیابیم خداوند در سوره مبارکه نحل آیه 78 این گونه می اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله اخرجکم من بطون امهاتیکم لا تعلمون شیئا یعنی گامی که خداوند شما را از شکمهای مادرانتون خارج کرد و مادران شما شما را به دنیا آورد در لحظه تولد شما چیزی را نمیدانستید این که چیزی را نمیدانستید آیا انسان بدون آگاهی به دنیا می آید این سوال رو بگذارید که در همین برنامه ولی بعدا اندکی بعد جواب عرض بکنم ولی در ادامه آیا خداوند اینطوری می فرماید. و جعل لکم السمع الابصار والافعدت لعلكم تشکرون بعد از آن که شما چیزی را نمیدانستید از مادر زاده شدید نادان و جاهل بودید خداوند برای شما گوش قرار داد و چشم قرار داد و افعده قرار داد همان سه مطلبی را و سه مسئله ای را و سه ابزاری را که در سوره مبارکه ملک آیه 23 بیان فرموده بود اینجا میگوید ما شما را از مادر زمانی که به دنیا آمدید چیزی نمیدانستید ما این هرسه را برای شما دادیم این عبس. که میگوید شما از مادر زاده شدید چیزی نمیدانستید و ما برای شما این حرسه را دادیم معنایشان است که این هر رو دادیم تا آگاه شوید و تا عالم شوید شما نمیدانستید چیزی را در هنگام مادرزادی ولی ما برای شما چشم دادیم گوش دادیم قلب دادیم که تا بیاموزید چیزی را و همین گونه و لعلکم تشکرون و شاید شما شاکر باشید از این قسمت و فرازی آیه شریفه ما جواب هر دو را هر دو پرسشی که یاد شد در میابیم جواب پرسش اولین بود که خب خداوند چرا برای چی این گوش و چشم و قلب و عقل را برای انسان یا مرکز تفکر و مرکز فهم را که قلب باشد برای چی در اختیار انسان ها قرار داده است آیه شریفه میفرماید به خاطر این که شما علم بیاموزید گوش ده. انسان برای علم آموزی است برای آموختن است چشم انسان برای آموختن است و قلب انسان برای آموختن است اگر شما این حواسی سگانه رو ده که بعضی باطنی هستند و بعضی ظاهری هستند مهمترین آنها بینایی و شنوایی و قدرت تعقل و تفکر و قدرت و نیروی فهم را در انسان این سه عضو و سه نعمت و سه موهبت الهی را که در انسان قرار داده شده است خداوند بر اساس این آیه شریفه میفرماید ما برای آن به شما بخشیدیم که شما عالم شوید به. خب عالم شدن به وسیله گوش و چشم و قلب درست است که همون گونه ای که گوش و چشم و قلب به درد آموختن و یاد گرفتن و آموزش مسائل دینی و آموزه های دینی است به همون پیمانه و بلکه بیشتر از آن برای تسخیر طبیعت است و برای آموختن علوم تجربی است ده. بیشتر از اون که به علوم دینی مربوط باشد بیشتر بودنش را عرض می کنم که چرا ناظری بر علوم تجربی است و ناظری بر آن است که انسان اون علومی را که سوک مندانه گاهی ما غیر دینی می نامیم خداوند چشم و گوش و تفکر را برای انسان قرار داد و عقل را برای انسان قرار داد تا اون علوم را بیاموزد ولی زا عرض می کردم که افزون بر آموزه های دینی خداوند آموزه هایی را که در دین بیان نشده است چشم و گوش و تفکر و قدرت قلب انسانی و قدرت فهم انسانی برای درک این است که دین بیان نکرده است را که دین بیان کرده است مثل این است که شما یک امر دراو کرده و آماده را میخواهید یاد بگیرید اینها بله. که آسان است چشم و گوش و قدرت عقل انسان برای آن است که چیزی را که دین برای شما بیان نکرده است ولی ابزار اون را در اختیار شما قرار داده است بله. اون را بیاموزید به بیان دیگر یک فرق بین علوم دینی و علوم غیر دینی آن است که در علوم دینی خداوند مستقیما اون رو خود در اختیار بشر قرار داده است بله. بخشی را به صورت موهوبی و فطری که بازم توضیح کنم اگر توضیح عرض میکنم شوارد. اگر فرصت بود و بعضی را به صورت ارسال رسول و ارسال پیامبران مثلا این آیه شریفه ای که میفرماید اگر اجازه بتونید یک میان برنامه ببینیم بعد آیه شریفه را بله, را بله بله. خدمتتون باشه فرمایید بیننده های عزیز گرامی سپاس از همراهی مستمرتون میان برنامه کوتاه رو با هم بینیم دوباره ما را همراهی کنید اللهم صل <applause> علی محمد المصطفى وعلي المعتبى وفاطمه الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد ومحمد المهدي صلوات الله عليهم صلوات الله عليهم صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليهم أجمعين بوب إيلم امیر بیان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام میفرماید، فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم فضای آن بازتر می گردد دوباره خوش آمدید خدمت شما عرض می کنم و سلام مجدد هم دارم خدمت اوید از عزیزایی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستند. ادامه ای با وقت بیداری را بیننده هستید با موضوع جایگاه علم آموزی در اسلام در خدمت جناب استاد هاشمی استاد سلام مجدد ادامه ای بله سلام بر شما بله از می کردیم که آیه شریفه 78 سوره مبارکه نحل برای ما پاسخ دو تا سوالی را که از سوره مبارکه ملک مطرح شد جواب می دهد. اول اون بود که چرا خداوند میفرماید ما شما را آفریدیم چشم و گوش و عقل برای شما قرار دادیم و شما اندک سپاس گذارید کار کرده اینها چیست کار کرده چشم و گوش و عقل اون گونه ای قرآن بیان می کند و ثانیا شکرگذاری اینها به چی گونه انجام می شود عرض شد که در سوره مبارکه نحل به این گونه پاسخ داده می شود که اولا خداوند میفرماید ما شما را از مادرانتون به دنیا آوردیم در حالی که چیزی نمیدانستید و جاهل بودید به. این جهل جهلی به چیست آیا جهلی به علوم دینی است جواب آن است که آری و نه آره بدون معنا که ما در اون زمان خیلی از جزیات مسائل دینی رو نمیدانستیم خیلی از فروعات دین رو ما نمیدانستیم ولی کلیات از دین را و علم دینی را ما میدانستیم مثل چی؟ مثل خداشناسی یکی از خصوصی از مادر, از مادر, مادر متولد می شود انسان آگاهی و گرایشی به سمت خدا و گرایشی به سمت خیر و خوبی دارد چگونه این مطلب را می شود به اثبات رسند که انسان آگاهی به امهات مسائل دینی است و آموزه های دینی زیرا که قرآن کریم در آیات متعددی به این مطلب اشاره کرده است یکی از آیات شریفه این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله فطرت خدایی و سرشت خدایی اون خمیرمایه وجود انسان رو میگه فطرت فطرت الله فطرت خدایی اون فطرت است و سرشت است و گلی است که شما را با او آفریدیم فطرت الله التي فترن الناس عليها نه مؤمنان تنها ناس را و انسان را با این سرشت آفریدیم و بعد اضافه می کند که لا تبدیل لخلق الله هرگز این فطرت عوض نمی شود این فطرت عوض نمی شود یعنی حتی هست. انسانی که کافر است کافر به معنای پوشاننده اون واقعیت وجودی است نه این که اون از بین برود حتی در وجود کافران نیز این سرشت خدایی و خدا آگاهی وجود دارد و این که عالم باید آفریدگاری داشته باشد لذا در ادبیات و در اصطلاح قرآن کریم و ادبیات دینی انسان منکر خدا را کافر میگوید یعنی چی یعنی پوشاننده کفاره کفاره گناه, میگم اینه گناه می که میگه این گناه رو میپوشاند نه اینکه ما سرشت اون شخص کافر عوض شده باشد و چیزی در لوح زمیر او از خدا وجود نداشته باشد هست ولی اون را میپوشاند لذا حتی انسان کافر هم خدا آگاه هست و به خدا معترف است در وجود خود خداوند در آیات متعددی میگوید از مشرکان اگر بپرسی که این آسمان و زمین را که خلقت کرده است میگوید خدا آفریده است در جای دیگری این مطلب را این گونه بیان میکند که خداوند داستانی را به نام عالم زر این گونه بیان میکند اعوذ بالله من الشیطان و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على انفسهم از بنی آدم ما پیمانی را گرفته ایم اون زمانی که اینها به شکل زر بودن یا در صلب پدران خودشون بودن اذ اخذ ربک من بنی آدم عهدی از آنها گرفته است و اشهدهم هم علا انفسهم خود آنها را بر خودشون گواه گرفته ایم مهد. الستو برب بکم قالو بلا که معروف است قالو بلای نخستین را که انسان ها گفته است و بحثی به نام عالم زر قالو بلا شهدنا ما شهادت می دهیم بنابراین انسان ها به نوع خود آگاه و خدا آگاه هستند و بدین سبب عرض کردیم که در زمان تولد به این واقعیت واقفا و آگاهن و سوره مبارکه شمس همین مطلب را بیان می کند که می فرماید آیات هفتم و هشتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها خداشناسی نخستین مرتبه تقواست و این رو خداوند به وجود انسان الهام کرده است الهام بدین معنا که وجود انسان سرشته است با اه. فطرت خدایی پس بخشی از علوم دینی رو امهاتی که خدا باوری باشد اه. که اساسی ترین بخش آموزه های دینی این است که انسان را به خدا آگاه بکند و این مطلب در نهاد و وجود انسان است نه. اگر دین از نخست آره اگر دین آموزه نسبت به خدا باوری دارد اینها را میگوین آموزه های ارشادی نه آموزه های تأسیسی یعنی ارشادی به سوی عقل است دعوتی به سوی چیزی که عقل انسان و سرشت انسان و فطرت انسان به سوی اون خوانده است مثلا اگر ما در قرآن کریم داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو الله احد الله الصمد یا الحمد لله رب العالمین یا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تمام اینها ممکن است برخی جزئیات را عقل درک نکند ولی کلیات هستی وجود خداوند را که خود درک می کند قول لا اله الا الله تفلو این لا اله الا الله در حقیقت همون باور فطری است که در وجود انسان وجود دارد ولی خداوند این را به وسیله پیامبران و آموزه های ادیان الهی تایید می کند و یا ارشاد می کند یعنی فلش میگذارد فلش میگذارد به سمت همان مسیری که عقل انسان برای انسان بازگو میکند آری پاره از آموزه های دینی را انسان نمیداند مثل جزئیات را که هر شریعت و هر دینی با خود دارد. می آورد و این جزئیات را انسان ها به وسیله فطرت و به وسیله سرشت اولیه خود نمیدانند و این قسمت است که نیاز به آموختن دارد و پیامبران الهی برای این آمدن که این قسمت را برای ما بیاموزند اونگونه که سوره مبارکه بقره آیه 151 می‌فرماید کما بله. ارسلنا فیکم رسولا همان گونه که ما کارهای دیگه ای را از خود ناهی خداوند بیان می کند که برای بشر انجام شده است یکی از اون کارها این است که کما ارسلنا فی فیکم در متن شما انسان ها رسولی را فرستادیم که این رسول چه کار می کند یتلو علیکم آیاتنا نشان آیات ما را بر شما میخواند و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت به شما کتاب و حکمت می آموزد و یعلمکم یعلمکم ما لم تعلمون این ما لم و تعلمون مورد نظر هست و مورد استشاد پیامبران الهی و اون چرا که شما به وسیله فطرت و به وسیله عقل خدادادی نمی توانید برسید به وسیله چشم و به وسیله گوش و به وسیله تعقل نمی توانید دست پیدا بکنید که نماز صبح دو رکت است یا سه رکت است چند بار باید نماز بخوانیم چطور باید روزه بگیریم چطور باید حج انجام بدیم این جزئیات را انسان با چشم و با گوش و با تعقل نمیتواند برسد بلکه پیامبران الهی باید اینها را بیاورد و به انسان بیاموزد این آموختن این مسائل می شود علوم دینی آموختن به مفهوم اولی که عرض کردم یعنی اون چرا که دین بیان می کند کار کرده دین این است که آموزه هایی را که در جهت هدایت و سعادت انسان است و عقل و فطرت انسانی به اونها دسترسی ندارد این امور را بیان بکند علاوه بر اون اموری که انسان به وسیله فطرت و سرشت اولیه خود آگاه است به اونها اما کارکرد مهم گوش و چشم و عقل انسانی آموختن علوم ماورایی اون چیزی است که در دین بیان شده است یعنی آموزه هایی نه. که در دین بیان نشده است اون آموزه ها را و علم را باعث انسان به وسیله نه. چشم و گوش و عقل به دست بیاورد یا به تعبیر دیگر نه. علوم طبیعی و علوم تجربی را بب. کار کرده اساسی چشم و گوش و عقل انسانی این است که اونها را کشف کند و به دست بیاورد علوم حسی علوم حسی می توانید بفرمایید علوم تجربی علوم دینی را فرمودین که پیامبرها تبیین میکنه و اینها جزئیات آموزه های دینی را بله خب بقیه را توسط گوش و چشم و قلب را که داره اینا را باید کشف بکنه و اینها مگه خب نمیشد اونا هم مثلا بدون تبیین پیامبر هم که بقیه علم را که بهش مثلا عرف جامعه علوم دینی نمیگه میگیم به این وسیله باید کشف بکنه خب او علم هم نمیشد که پیامبر مثلا بیان نکنه خود انسان کشف بکنه اونها اموری نیستن که به وسیله شما راهی ندارید یعنی علوم حسی نیستن علوم غیر حسی نیستن علوم نظری دینی اما اون چرا که در طبیعت شما به عنوان علوم طبیعی و علم تجربی یا علوم حسی خداوند ابزار اونها را چون در اختیار انسان قرار داده است لذا اون علوم را هم می شود علوم دینی نامید به چه معنا به این معنایی که اولا دین اونها را تایید کرده است و آموختن اونها را و تشویق کرده است و ثانیا ابزار آموختن اونها را در اختیار انسان قرار داده است بسیار. اجازه دهید جواب سوال دوم را هم بله. عرض بکنم کمتر چی از هم بخن بله چطور می شود خداوند گلایه کرد از انسان که قلیل ما تشکرون ما اه. به شما چشم دادیم گوش دادیم عقل دادیم قلب اه. دادیم ولی شما بسیار کم سپاسگزاری میکنید چطور میشود نعمت گوش را و نعمت قلب را و نعمت چشم را چطور می شود شکر گزاری کرد و خداوند می فرماید والله خرجكم من بتون و تعلمون و جعل لکم السم و لبصار و الافدت لعلکم تشکرون شاید شما شکر کنید یعنی چی؟ یعنی اگر شما به وسیله چشم و گوش و عقل علم را آموختید به دنبال علم رفتید این می شود شکر خداوند مه. انسانی که از چشم و گوش و قلب خود و عقل خود استفاده می کند در جهت علم آموزی این انسان می شود شاکر لذا یکی از بدترین ناسپاسی های انسان در برابر نعمت چشم و گوش و عقل این است که جاهل بماند شکر نعمت عقل و نعمت چشم و گوش آموختن است اگر انسان میخواهد شاکر باشد این نعمت های بزرگ انسانی را شکر بگذارد و سپاس بگذارد یعنی که باید علم بیاموزد اون هم علومی که بیشتر حسی است بله. علوم حسی شکر نعمت خداوند بله. به شمار می روید یا علومی که در متون دینی بیان نشده در متون دینی بیان سیارالی. نشده بسیار خیلی خوب تشکر استاد ممنون از که حضور پیدا کرده. انشالله که خیر و سلامتی باشه کوتاه در حق ما بیننده ها داشته باشه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجل وليك الفرج لا اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرجهم زدانش بود جان و دل را فروغ زدانش بود جان و دل را فروغ نگرد تا نگردی بگرد دروغ بیننده های عزیز و گرامی سپاس از این تا این دن با ما همراه بودید این بود برنامه امشب به وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه ای بعد را و الله پاک به همتا میسپارم ایام به کامتان وقت خوش خدا نگهدار